در این قسمت از گلریزان همیاری با سیمای آزادی همراه میشیم با آقای محمد محدثین برادر بهنام که حضور همتون آشنا هستن. سلام میکنم خدمتتون. با سلام خدمت داریوش عزیز و همه خواهران و برادران دستندرکار سیمای آزادی و واقعا که خسته نباشید دست مریزاد با این برنامه پرشور ملی و میهنی و انقلابی که در این دو روز در سیمای آزادی شما داشتین و واقعا از هر جهت برای همه ما آموزنده، انگیزاننده، شورانگیز و نشاط برانگیز بوده. واقعا که هموطنانمون، هممیهنانمون، ایرانیان از داخل کشور و ایرانیان از خارج کشور همه امروز و دیروز نشون دادن که عزم جزم دارن، عزم جزم کردن برای اینکه قیمت و بهای آزادی میهنمون رو بپردازند. در ورای ارقام الان داشتم گوش میدادم، بهزاد داشت میگفت، برادر عزیزم بهزاد داشت میگفت، در ورای ارقام و اعداد و دلارها یا یوروها یا هر واحد پولی دیگه، اون چی که در این دو روز نمایان هست اراده و انسان‌هایی که اراده کردند، مردان و زنانی که اراده کردند که این میهن رو از شر رژیم آخوندی خلاص کنند و بیشک پیروز خواهیم شد و بیشک این مهم محقق خواهد شد. از اون چی که ما امروز و دیروز دیدیم این نشانه خوبی برای این پیروزی محتوم است. با تشکر که منو مجدداً دعوت کردین، منو این شانس رو به من دادین که در این فرصت با هموطنانمون صحبت کنم، چون واقعا کلماتشون برام آموزنده. بله سلام میکنم خدمت شما. بفرمایید. رضا از آمریکا. برادر بهنامو که میبینم واقعا خجالت میکشم. درود بر شما. درود 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 واقعا. سلام از به برادر داریوش رضای عزیز. بابا به برادر بهنام عزیز. ما مخلص هستیم و واقعا درود به فرمانده کبیرمون مسعود. اینا همه تو مسعود گره میخوره، یعنی واقعا تو مسعود میخوره و الان میبینیم با صد درود به کانونهای شورشی که طلای داران انقلاب و لرزه به اندام این رژیم منفور انداختن. با درود به اشرف سه، همان دژ آزادی ملت ایران. برادر بهنام، من 40 سال و اندی با این سازمان هستم واقعا و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره و تا آخرین نفس با اینا خواهم بود. زی خیال باطل، به قول سردار بزرگمون مسعود، ما بیشمارانیم. اجازه بدید بریم سراغ تماس بعدی. فرهاد شریعت و امیر فتایی از آمریکا. سلام خدمت شما، خواهش میکنم بفرمایید. با درود به شهیدان راه آزادی و با سلام به جان جانان مسعود و مهر تابان خلق مریم رهایی و به یاد و نام شهیدان سر موضع سرفراز که ضامن بقای ستاره سرخ انقلاب با بوسه بر تنابهای دار و استادگی بر سر عهد و ایمان، با وفای به عهد و با پرداخت خون و جانشان بی شکاف همه چیزشان را فدای راه آزادی و رهایی خلق کردند. ای هموطن، برای همصدا و همراه شدن با خروش خلقهای به پا خواسته در میهن اسیر، با این صداست که عاشقان رو میتوان صدا زد که وقت براندازی شده. آری، با صدا و سیمای آزادی، صدای راستین خلق، پرچم همیاری، پرچم شرف و عزت خلق ایرانه. سیمای آزادی تنها رسانه سر موضع و فعال و آزاد برای رهایی. من اسم این همیاری رو قبلا همیاری سر موضوع ها گذاشتم. عاشقان و ضامنین استمرار قیام تا سرنگونی، یعنی کانونهای قهرمان شورشی در شرایط و موقعیت بسا انقلابی داخل، همکنون گسترده تر، پرتوانتر و متشکل تر از قبل در سرتاسر میهن شورشی با حضور کمی و کیفی بالا در فعالیت و عملیات روزانه هستند. تأمین مالی اونها، انعکاس و پشتیبانی فعالیت‌های قهرمانی آنها وظیفه تک تک ما. من هم در این همیاری داوطلبانه در تأمین استقلال مالی این جنبش اصیل و مستقل و پاک به عنوان یک فردی بسیار کوچک فعالانه شرکت می‌کنم و برای سرنگونی
و گسستن بند از بند رژیم جلادان در جبهه رهایی همراه با طلایه‌داران، مجاهدین، خلق ستم دیده در میهن شهیدان ایران زمین با قسم به خونم عهد می‌بندم که سرود آزادی را در درخشش خروش پیروزی به زودی تنین افکن کنم. بله بگم واقعا خیلی خوشحال است که می‌بینم بهتون. فکر می‌کنم که این بار در واقع دومی یا سومین باری هست که در پوزیشن همیاری من برای خدمت شما هستم. ما مخلصیم هستیم. ما خجالت نده امیر عزیز. در واقع هر خدرم بزنیم زده باشم. من هر وقت شما رو برده شریف و برده حبیب و آقای توحیدی رو میبینم قلبن اینقدر خوشحال میشنم. چرا که شما بوی برادر رو برده بودید. من ضمن عرض تعظیم به ارواح پاک همه شهیدان مجاهد و مبارز راه آزادی هزاران سلام و درود میفرستم به برادر مسعود، سمبل ایستادگی و رزمندگی، معلم نسل انقلاب و راهبر کبیر انقلاب نوین مردم ایران، امید و تکیگاه همه ما که دل در گروه او داریم. و همچنین سلام میکنم به خواهر مریم، به شمور محبوب و تمامند مقاومت ایران و همه خواهران و برادران اشرفی و اشرفیشان که سر موزند و کانون‌های شورشی قهرمان در داخل کشور. آیده آسوتریان از آمریکا. با سلام خدمت شما آیده خانم، بفرمایید. خواهش میکنم اول از همه میخوام صحبتی بکنم با برادر عزیزم شیر همیشه بیدار. امسال ژانویه وقتی سال تحویل شد ساعت 12:01 من دعا کردم که برادر من هر جای دنیا که هست، هر کجا که هست، خدا پشت و پناهش باشه، خدا حفظش بکنه. ناهید از کانادا، خواهش میکنم بفرمایید. دوباره گلریزان، دوباره همیاری، چه پدیده زیبایی. صداهای همه یاران پشتیبان از مناطق مختلف جهان در یک صدای واحد مستحکم و بی نهایت کوبنده بر قلب رژیم. چه پدیده زیبایی واقعا. سیمین از کانادا. با سلام و درود مضاعف به کانونهای شورشی که خدشکن اختناق در این شرایط هستن. سراغ دوست عزیزمون محمد. محمد از کانادا. انشالله که خدا من شما و همه مجاهدین رو که سرمایه های ملی و میهنی هستید، ابتدا برای خواهر و برادر و بعد برای مردم و مقاومت ایران سالم و سلامت نگه داریم. در زمانه مماشات با استبداد قرون وسطایی، در دوران ابتذال ارزش های انسانی و انحطاط اخلاقی و حرفه‌ای متاسفانه، در زمانه تحریف حقایق، شیطانسازی یا سکوت خبری، شما یعنی سیمای آزادی، سمبل، پرچمدار و نماینده شرف و صداقت و استقلال مردم ایران هستید. شما آگاهی بخش و آگاهی ساز هستید. آمریکا، برادر عزیزمون بابک، اگه صدای منو میشنوین بفرمایید. واقعا این دو روز برنامه واقعا حماسی بود، هم آموزنده بود، هم حماسی بود، هم انگیزاننده بود. پیام هایی که اومد به طور واقع میگم اشک شوق و غرور به چشم من آورد. یکی از چیزهایی که واقعا خیلی قابل توجه بود شرکت جوانان بود در این همیاری. بریم برای تماس با خواهر عزیزمون عصمت از کانادا. خواهش میکنم بفرمایید. از دیروز تا حالا که من پای این برنامه هستم واقعا برام اعجاب انگیزه، از حمایت ها، از این اشرف نشان ها، از کانون های شورشی در ایران که با اون شرایط واقعا نفسگیر تو ایران میان پای خط و بیان میکنن احساسات خودشون رو و کارهاشون رو و حمایت هاشون رو. بریم سراغ مهراز از آمریکا. خواهر عزیزمون مهراز از آمریکا، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته نباشین و با سلام و خسته نباشید به همه عزیزان در سیمای آزادی و آرزو میکنم برای پیروزی مردم ایران و کانونهای شورشی که برای این فاشیسم مذهبی دینی پیروز بشن. دوست عزیزمون احمد معین منش از آمریکا تصویری با ما در تماس هستن. احمد عزیز بفرمایید. این گلریزان همینطور تجدید عهدیست با شهیدان سرفراز و سربدار که میخواستم در همینجا یادی بکنم از مجاهدان زنده یاد مسعود فرشی و حسین مدنی که توی آمریکا من خودم از نزدیک با اونا کار کردم و همینطور میخواستم از اشرف نشان برادرم رحمت کرمانی که در همه صحنه‌های مالی و سیاسی و اجتماعی به خصوص تمامی تظاهرات ها فعال بود اینجا یادی بکنم. دوست عزیزمون احمد حسنی از کانادا. عرضم به حضورتون همچنین درود میفرستم به رهبر کبیر انقلاب برادر مسعود و رئیس جمهورمون خانم رجبی خواهر مریم. من وقتتون رو نمیگیرم. درود به کانونهای شورشی، درود بر همه مجاهدین هر کجای دنیا که هستند. دوست عزیزمون عباس از آمریکا، سلام داریم خدمت شما، بفرمایید. درودهای بیکران به همگی اعضای مقاومت. واقعا آدم نمیدونه از کجا شروع کنه، چی بگه و فرصت هم که خب کم هست. اگه بخوایم از دلمون بگیم سالها طول میکشه هر کدوم از ما. من با اجازتون یک سری از دوستان و پشتیبانان آمریکایی مقاومت، چون اسامیشون یه مقدار زیاد هست و وقت میگیره، اونا رو اول اعلام بکنم. با قول برادر که میگفتن زهره ای ارباب دمیش پای نهد به کوی ما، و اینها چون آشنا شدن واقعا با مقاومت و اون جوهره انسانی که در همه هست رو بارز کرده، اومدن و کمک میکنن که ادامه داره. تماس بعدیمون امیر هست از کانادا. امیر عزیز از کانادا، خواهش میکنم بفرمایید. خسته نباشید. در کنار سیمای آزادگان که مشتاق دیدارتان بودم. قربان شما. هزاران درود که لایق شماست با فدا و مقاومت و پایداریتان ای عاشقان آزادی وطن و خلق در بند. محمد از کانادا، دوست عزیزمون، خواهش میکنم بفرمایید. قبل از اینکه همیاری خودم و خانواده های وابسته رو اعلام بکنم، یه مقداری خیلی مختصر راجع به سر موضع بودن صحبت بکنیم، چون این کلمه من فکر میکنم در تاریخ فرهنگ مردم ایران رفته و بنیانگذار این جمهوری فاشیسم دینی بود که برای اولین بار این موضع این کلمه رو به کار برد و گفت اعدامشون بکنید تمام اون کسایی که سر موضع هست. سر موضع بودن برای ما هواداران معنیش اینه، اون چیزی که رهبر مقاومت گفت و از روز اول اون تاکید کرد که افعی کبوتر نمیزاد. دوست عزیزمون حمید قراچه، خواهش میکنم بفرمایید. بله سلام خدمت شما برادر داریوش عزیز و برادر بهنام گرامی. سلام از ماست. درود بر کوچیک شما هستیم، همچنین تمامی دستاندرکاران سیمای آزادی که مجموعه بسیار عظیمی از خواهران و برادران حرفه‌ای متحد هستیم که به نحو احسن این مسئولیت خطیر رو هر روز بدون وقفه با تولید برنامه‌های کیفی و آموزنده به خانه‌های ما مردم در سراسر جهان میاریم. محمود از هلند، ضمن سلام خدمت شما، خواهش می‌کنم بفرمایید. درود به رهبر مقاومت و رئیس جمهور برگزیده مقاومت و شهدای اشرف و کمپ لیبرتی. طاهره از آمریکا، خواهر عزیزمون طاهره از آمریکا، خواهش میکنم بفرمایید. درودهای فراوان به کانونهای شورشی دلیر که پرچمداران دلیر
مبارزه با آخوندهای جنایتکار هستن. خوشحالم از اینکه شما مجاهدین این فرصت رو برای من و بر همه ایرانیان میهن پرست فراهم میکنید که ما بتونیم از راه دور نقش کوچکی در این مبارزه داشته باشیم. حسین بیضایی هست. حسین عزیز از کانادا. درگیری و همغم روزانه شما برای انجام تعهد خود در ایجاد برنامه‌های متفاوت در سیمای آزادی و به عمل رساندن این مسئولیت از نظر و در نظر دوستان خود در سراسر جهان و در داخل ایران، از نظر و در نظر هر ایرانی وطن پرست و معتقد به نب شاه و نب شیخ، از نظر و در نظر هر اندیشه آزادی خواه کاریش کارستان. خانم شیرین نریمان از آمریکا هست. سلام میکنم خدمت شما. خواهش میکنم بفرمایید. با سلام و خسته نباشین به شما و مهمون بسیار عزیز آقای بهنام محدثین که بهشون بسیار شخصا ارادت دارم. سلام از ماست. خوشحالم. خوشحال. واقعا خسته نباشید. همیشه دیدن شما واقعا برای ما، برای خود من باعث بسیار شعف هستش و کلی به من انرژی میده. اجازه بدین که من یادی کنم، حتما یادی کنم از برادر عزیزمون مسعود فرشجی و حمیده اسدیان عزیز و خانم سهیلا ضیا. نمیشه حرف از همیاری زد و اسمی از این عزیزان نیاورد. اما یک چیزی که میخواستم بگم اینه که این روزها روزهای همیاری و کمک به سیمای آزادی و به مقاومت ایران سند استقلال این مقاومت هستش. اما این رو من بسیار خودم احساس و غرور میکنم که در این سند تاریخی در کنار همه عزیزان، همه ایرانیان آزاده از سراسر جهان هستم که میتونیم با هم این ورق در تاریخ ایران درست بکنیم که این سند استقلال این مقاومت هستش و هیچ برچسب و ناچسبی بهش نمیچسبه. دوست عزیزم محمد حسن از کانادا. مبلغ $7,500 به اسم برای برادر شهیدم مرتضی خبازیان و مبلغ $52,500 از طرف خودم و مهری همسرم و مبلغ $200 از طرف یک دوستم به نام سعید نادمی و همچنین از طرف دخترانم الهام $100، ندا $50، اشرف $50. در مجموع مبلغ $60,400 رو تقدیم سیمای آزادی میکنم. امیدوارم تیری باشه به قلب این رژیم ضد بشری آخوندی. و با درود به برادر مسعود عزیز و خواهر مریم گرامی. آقای حمید عظیمی از اعضای شورای ملی مقاومت ایران هستند. سلام دارم خدمت شما، بفرمایید. از این فرصت استفاده کنم و از این هم یاری به عنوان تجدید عهد خودم با همه سر موزه ها استفاده بکنم. سر موزه هایی که بر عهد و وفایی که داشتن سر موزه بودن، صدق و وفایی که قرار بوده داشتن سر موزه بودن و اون پرداخت بدون چشم داشت رو سر موزهش موندن، از شهید اول سازمان مجاهدین خلق احمد رضایی گرفته تا بنیانگذاران کبیر این سازمان که به عهد خودشون وفا کردن تا آخرین نفسی که داشتن و تا سربداران 67 و میلیشیای قهرمان و مسعود فرشچی و حمید اسدیان و بهزاد موعظی و هزاران هزار دیگر سر موزه و تجدید عهد با رهبری این مقاومت با مریم و مسعود که آموزگاران ما در این راه هستند و طبعا با تجدید عهد با همون خلق قهرمانی که شما خودتون برادر بهنام یادآوری کردید. شما اگر نکته دارید؟ با تشکر دیگه فکر میکنم که زیاد من پرگویی کردم و وقت خیلی از دوستان متاسفانه ممکنه به خاطر پرگویی من پشت خط مونده باشن. فقط دیروز احمد رضا گفت میشنویم، انرژی میگیریم،
نشاط میگیریم از هموطنانمون. من خیلی خیلی تشکر میکنم از شما که این فرصت رو به من دادین، چون واقعا بدون هر گونه مجامله و تعارفی من از تک تک کلمات هموطنانمون، هواداران این مقاومت، کلمات بسیار آموزنده، روح و روحیه انقلابی، روح و روحیه همبستگی، روح و روحیه تعهد و مسئولیت میگیرم و این اون چیزی هست که برای همه ما درس آموزه، برای همه ما آموزنده است و برای همه ما دلگرم کننده است که به تعهد بزرگمون که سرنگونی این رژیم و آوردن دموکراسی و آزادی به میهنمون هست، این تعهد رو با این مردان و زنان، پشتیبان ما، پشتیبان کانون‌های شورشی، پشتیبان قیام در داخل ایران هستند که این تعهد بزرگ که سرنگونی این رژیم هست رو محقق کنیم. با درود به شما و همه دوستانی که امشب با ما در این گلریزان همراه بودند.